در ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، مقام‌های اوکراینی می‌گویند که اوایل صبح شنبه در نتیجه یک حمله و اصابت پارچه‌های یک تیاره بی‌سرنشین روسیه بر این ساختمان رهایشی در شهر اودیسا در جنوب اوکراین، حداقل 3 غیر نظامی کشته شده است. به گفته تیم نجات، 72 نفر به شمول 3 کودک در نتیجه این آتش سوزی زخم برداشته اند. حملات تیاره های بی‌سرنشین روسیه بر اوکراین در حال ادامه دارد که نقش ایران در این جنگ پررنگ تر می شود. قصر سفید می گوید روسیه نه تنها صدها تیاره بدون سرنشین را از ایران دریافت کرده است، بلکه تلاش دارد با همکاری ایران تولید این تیاره ها را در خاک خود آغاز کند. حال ما می دانیم که ایران با روسیه مشغول کار برای اعمار احتمالی یک کارخانه تولیدی در داخل روسیه است تا وسایل هوایی بی‌سرنشین ایرانی را تولید کند. با گفته این مقام قصر سفید، این کار نشانه ای از تعمیق همکاری نظامی میان ایران و روسیه می باشد. ایالات متحده می گوید که روسیه با خرید تیاره های بی‌سرنشین از ایران، قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را نقض کرده که به گفته این کشور، سازمان ملل متحد باید در مورد این تخلفات تحقیق کند. ایالات متحده در حال از همکاری نزدیک روسیه و ایران در جنگ اوکراین شاکی است که مسکو و کیف روز جمعه از جنگ شدید میان نظامیان دو طرف خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از جریان حملات ضد تهاجم روسیه که از چند ماه انتظار آن می رفت خبر داد، ولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک روز قبل گفت که حمله تهاجمی اوکراین آغاز شده، ولی به گفته او تا حال بی نتیجه بوده است. اول اینکه به اطمینان گفتم میتوانیم که این تهاجم آغاز شده است. این تهاجم با استفاده از ذخایر استراتژیک اردوی اوکراین مشهود است. دوم اینکه نظامیان اوکراینی نتوانستند تا اهدافی را که برایشان در بخش‌های مختلف تعیین شده است به دست آورند. اما اردوی اوکراین روز شنبه خبر داد که نظامیان این کشور تا حدود 1400 متر در بخش‌های مختلف شهر شرقی بخمود که خط مقدم جبهه تلقی می‌شود، پیشروی کرده اند. در عین حال، در ادامه حمایت غرب از اوکراین، جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، روز شنبه وارد کیف، پایتخت اوکراین شد. همزمان با این سفر، اولف شولز، صدر اعظم آلمان، گفته است در نظر دارد تا در آینده نزدیک با رئیس جمهور روسیه صحبت کند که به گفته او بر خروج نظامیان روسی از اوکراین تاکید خواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.